سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و هر جا هستین سلامت باشین. امروز یک مهمان ویژه‌ای دارم و میخوام از رمزهای موفقیت باش صحبت کنم. آقا چطورین؟ حالتون چطوره؟ آقای صالح پسابند در خدمتتون هستیم. سلامت باشه، قربان شما. امیدوارم که خدا همیشه بهتون سلامتی بده و من اینقدر بشاش و شاد همیشه ببینم. زنده طول حیات میشود چتر نجات، خوش به حال تو اگر باز شود و تو را آرام آرام فرو دارد در پهنه آگاهی، زیبایی و احساس جهان. وای اگر باز نشد. سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، ضمن تبریک سال نو و شاد باش آرزو میکنم که هر جای این کره خاکی که هستید شاد و سلامت و موفق باشید. آقا امروز چه پیشنهادی برای ما آوردی تو این ایام عید، تو این قرن جدید، تو این سالی که قرار خیر و برکت همراه خودش بیاره و کلی اتفاقات خوب بیاره؟ از کنم خدمت شما که بسید تجربیات خودم در عرصه کسب و کار و تأکید میکنم روی کسب و کار و روزی حلال، بسید تجربیات اساتی دیگه داشتم و تجربیات زندگی، به نظر میرسه که دوستانی که دوستان توی کارشون واقعا موفق باشن، به عنوان کارآفرین نمونه شناخته بشن، به چند نکته باید دقت کنند. اول اینکه بعد از اینکه یک رهبر بسیار عالی و الهام بخش برای تیم خودتون هستید، سعی کنید که در کارآفرینی نترسید و به کار خودتون ایمان داشته باشید که به طب ترس ها باعث شکست میشن، کماکان که ترسیدن به عنوان پله‌ای در زندگی شکل میگیره که باعث موفقیت افراد میشه. آیا دکتر خیلی از جوانها الان، مثلا من دوستان همسن و ساله خودم، خیلی ها میگن که آقا کار نیست، کسی حمایت نمیکنه ما رو، نمیدونم خیلی اتفاقات اینجوری، چی کار باید بکنن جوانهای مملکت خودم یا خودم حتی؟ مثلا خیلی موقع واسه خودم سوال میشه، میگم آقا کسی که من رو حمایت نمیکنه، نمیدونم، مثال دارم میزنم ها، چی کار باید کرد؟ شما راه حلی دارین؟ یک صحبت یک استادی میکرد که در قالب یک شعر خدمتتون عرض کنم، میگفت بود خاد و گل با همه هوشمند، چه در بند خادی تو گل دسته بند، گرد عیب جویی بود دست رشت، نبینی در تابوس جز پای زشت. در مشکلات مختلف همیشه تو تمام جوامع دنیا هست، ولی از نظر شخص بنده به نظر میرسه که درسته که مشکلات هست، ولی راه های این کارم بسیار زیاده. تو همین عرصه کرونایی که داشتیم، خیلی از کسب و کارها که خوابید، خیلی از کسب و کارها شکفته شد. همیشه با تغییر در زندگی، بحثی که در جامعه هست، با رشد انسان و تغییرات در تکنولوژی، همیشه راهکارهایی بوده. به نظر من پیدا کردن راهکارها، نیازهای جامعه و نیازهای انسان همیشه بوده و اگر افراد کافیه یه مقدار بهتر نگاه کنن به زندگی، بهتر نگاه کنن به نیازهای جامعه، من فکر می‌کنم راههای بسیار زیادی هست که میتونن ازش استفاده کنن. مشاوره های خوب بگیرن، کتاب بخونن. سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین اومده و این باعث میشه که مردم با ذهنهای بسته تری رو به رو بشن. برای که کاسه چه کنم دستشون نگیرن، به نظرم این هستش که بهتر به زندگی نگاه کنن و مطالعه بیشتری داشته باشن، با افراد موفق بگردن. و یه مثالی هست برای ما ایرانی ها، میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. شما اگر معاشرتتون با افراد موفق باشه، خب بهتر در زندگیتون بسیار تاثیر میذاره. و به نظرم میرسه که دیدگاه آدم ها نسبت به زندگی تغییر میکنه.